تازه های خبر از آریانا، امشب با لیزا یوسفزئی. تردید آمریکا در مورد عملی شدن وعده ها میان افغانستان و پاکستان. شکننده خواندن دست آورد های یک دهه گذشته در افغانستان از سوی اتحادیه اروپا. و انتخابات شفاف و سرتاسری راه نجات افغانستان از بحران کنونی. برام خدا و با عرض سلام، امروز پنجشنبه پنجم ثور سال 1392 خورشیدی برابر با 25 اپریل سال 2013 میلادی با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از تلویزیون آریانا خوش آمدید. مشروع خبرها. افغانستان و پاکستان برای رسیدن به صلح دائمی کارهای زیاد را برای انجام دادن در پیش دارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با ابراز این مطلب میگوید هنوز زود است در مورد مذاکرات افغانستان و پاکستان وعده داده شود. این دیپلمات ارشد آمریکا پس از نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا در براکسل تاکید کرد که رسیدن به صلح دائمی به نفع کابل و اسلام آباد خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از سفر دو روزه از براکسل دوباره به کابل برگشته است. شرح بیشتر گزارش از ظاهر قادری. در چند ماه گذشته همواره حکومت افغانستان از کنکاری اسلام آباد در حل بحران امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. حاضر نکردن طالبان به میز مذاکره، راکت پراگنی بر مرزهای افغانستان، بنای تأسیسات نظامی در امتداد مرز دیورن و از همه مهمتر نبود صداقت در تعهدات پاکستان از مسائل است که اخیراً تنش در روابط کابل و اسلام آباد را بیشتر ساخته است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای جلب همکاری پاکستان در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا در بروکسل اشتراک کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از نشست سه جانبه نزد خبرنگاران حضور یافته گفت در نشست سه جانبه بر مسائل عمده و مشخص ابراز نظر شده است. پیشرفت‌ها در مذاکرات میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و جنرال اشفاق کیانی فرمانده کل ارتش پاکستان بدست آمده است. هر دو طرف هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در پیش دارند. نمی‌خواهم انتظارات زیادی ایجاد شود و وعده‌های داده شود که بعداً عملی نشود. هر سه جانب توافق کردیم گفتگوهای بسیار مشخصی را در راستای مسائل سیاسی و امنیتی ادامه دهیم. همزمان با این شماری از آگان ابهام در سخنان وزیر خارجه آمریکا را بی نتیجه بودن این نشست می دانند. اما برخی دیگر می گویند که خواستهای از سوی پاکستان برای افغانستان نیز مطرح شده است. کاهش نفوذ هند در افغانستان، حل مسئله خط دیورن، ندادن پناهگاه‌ها به طالبان ضد پاکستانی و موضوع هاب کنر از خواستهای پاکستان در نشست سه جانبه گفته می شود. و جایگاه پاکستان در سیاست بعدی افغانستان طوری مشخص کنیم که از هندستان کمی نداشته باشه و همچنین هر دو جانب، جانب افغانی تاکید داشت که اینها همین موادی را که ما پیشنهاد میکنیم که پاکستان تعهد میکنه باید امریکا ضمانت کنه. موجودیت لانه‌های هراس افغانان در خاک پاکستان و ادامه حمایت اسلام آباد از تحرکات دهشت افغانی نقش پاکستان را در حل بحران جنگ افغانستان برجسته ساخته است. همزمان با این برخی از آگان ادامه گفتگو با پاکستان را یک نیاز می‌دانند. یک فصل جدید است این نشست، مخصوصا با تهدیدی که رئیس جمهور کرزی داشتند که اگر پاکستان تعهداتشان را این بار عملی نسازند، مخصوصا در قبال مصالحه و کشیدن طالبان و پشت میز مذاکره، مجموعه از نشست‌ها با پاکستان در آینده تحریم می‌کنند. نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا در حال برای دریافت راه‌های رسیدن به ثبات در افغانستان برگزار شده است که آغاز زمستان سال گذشته بریتانیا میزبان نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و لندن بود. مقام‌های پاکستانی در این نشست سه جانبه تعهد کردند که تلاش خواهند کرد تا شش ماه آینده در افغانستان توافق صلح به دست آید. اما پس از این نشست، ضمن اینکه پاکستان به تعهدات خود عمل نکرده، روابط میان افغانستان و پاکستان نیز نسبت به گذشته سردتر شد.
نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته در این کشور را شکننده می‌خواند. این دیپلمات اروپایی همچنان بیان می‌دارد که فساد اداری، مشکلات امنیتی و نقض حقوق بشری هنوز هم از چالش‌ها فراراه شهروندان افغان است. این دیپلمات اروپایی همچنان دستاوردهای 10 سال گذشته را با اهمیت می‌داند و از حکومت و نهادهای بین‌المللی می‌خواهد تا در حفظ آن تلاش کنند. در این باره نصرت پارسا گزارش می‌دهد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید در 10 سال گذشته در افغانستان پیشرفت هایی در بخش های صحت، آموزش و اقتصاد مشاهده می شود، اما شکننده است. این مقام اروپایی در سخنرانی در پارلمان اتحادیه اروپا موجودیت فساد اداری، مشکلات امنیتی و نقض حقوق بشری را از چالش های عمده شهروندان افغانستان دانست. دستاوردهای انتقال مشهود ولی شکننده و قابل برگشت است و تنها در صورت می تواند موفق باشد که بر اساس حکومت داری استوار باشد. اگر نیاز است که روند انتقال موفقانه باشد، باید از لحاظ سیاسی تطبیق شود. در حال حاضر نظامیان فضای بیشتر را که برای فعالیت‌های سیاسی نیاز است فراهم می کنند. به باور نماینده اتحادیه اروپا احتمالاً پس از سال 2014 جنگ در افغانستان خاتمه یابد، اما این مقام اروپایی از احتمال ادامه افراطیت، بی‌سوادی و فقر نگران است. آقای ویگاداس بر تعهد دراز مدت اتحادیه اروپا به افغانستان تاکید می‌کند و همچنان از جامعه جهانی نیز می‌خواهد تا افغانستان را یاری رسانند. ما همه باید از گذشته درس بگیریم. ما نمی‌توانیم اشتباهات سال‌های 1370 خورشیدی را تکرار کنیم. ما باید نشان دهیم که به عنوان قدرت حامی دولت افغانستان در دهه انتقال باقی میمانیم. شرکای افغانی ما باید تعهدات خود را بیشتر جدی بگیرند. دیگر جای برای خوش ساختن خود وجود ندارد. این مقام اروپایی همچنان میخواهد تا دولت افغانستان قدمهایی را با منظور حکومت داری خوب و قانون مداری حقوق بشر بردارد، زیرا به گفته این دیپلمات اروپایی بیشتر کمک های جهانی مشروط بر حکومت داری خوب و جلوگیری از فساد در افغانستان می باشد. تنها راه برای نجات افغانستان از بحران رفتن به سوی یک انتخابات شفاف و سرتاسری است. شمار از عالمان دین در یک نشست دو روزه در کابل به توافق رسیدند که شرکت کردن در انتخابات حق شرعی هر افغان است و نباید این دوند از سوی مخالفان مصالح دولت مختل شود. در همین حال عالمان دین و مسئولان جامعه مدنی میگویند گروه طالبان به جای تهدید و دهشت افغانی از طریق انتخابات در تعیین سرنوشت آینده سهم گیرند. باز هم نصرت پارسا گزارش دارد. با وجود همه نگرانی ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 خورشیدی، شمار از عالمان دین بر شفاف برگزار شدن انتخابات تاکید می کنند. آنان در یک نشست تحقیقی دو روزه که از سوی یک نهاد جامعه مدنی در کابل برگزار شده بود، روی مشروع برگزار شدن انتخابات تاکید کردند. این عالمان دین با صدور قطعنامه‌ای به توافق رسیدند که تنها راه نجات افغانستان راه اندازی یک انتخابات شفاف در این کشور است. نقش علما نقش بسیار برجسته است. شما میدانید افغانستان کشور اسلامی است و در هر قریه ما بین 5 تا 1 مسجد داریم. در این صورت، در صورتی که علمای کرام اینا از مردم را تشویق میکنن بر انتخابات، هر قدری که سهمگیری مردم در انتخابات زیاد میشه، اونم قدر شفافیت انتخابات بالا میره و درجه مشروعیت انتخابات بالا میره. طالبان به عنوان یک تهدید در برابر امنیت برگزاری انتخابات عنوان می شوند، اما عالمان دین رای دادن را حق شرعی هر شهروند افغان خوانده و از گروه طالبان می خواهند که بجای تهدید در این روند شرعی شرکت کنند. آرزوی ما هست که طالبان هم در این پروسه شرکت بکنند و از رای انتخابات اونا هم باید که سرنوشت آینده خود و سرنوشت آینده افغانستان را بهتر است که زمین را بسنجن، زمین را پیش برن، این بسیار بهتر است. چون انتخابات یک حکم شرعی است، بنان به عوض از اینکه اخلال بکنن انتخابات را، بهتر است که اشتراک بکنن و مردم را فرصت بدن تا خودشان زعیم آینده خود را انتخاب بکنن. در نشست دو روزه که زیر نام انتخابات و اسلام برگزار شده بود، نزدیک به 150 تن از عالمان دین و شمار از فعالان جامعه مدنی شرکت داشتند. در قطعنامه این نشست از کمیسیون انتخابات و نیروهای امنیتی نیز خواسته شده که در برگزاری انتخابات شفاف تلاش کنند. ادامه خبرهای داخلی بعد از وقفه کوتاه.